سلام، خوش اومدید. من احسان آمرتیسی هستم. آوریل ماه آگاهی رسانی درباره اوتیسم، اختلالی که بر درک فرد از محیط اطرافش تاثیر میذاره و ارتباط برقرار کردن رو سخت میکنه. اما واقعیت اینه که حمایت و آموزش اصولی میتونه در بهبود شرایط این افراد و حضور اجتماعیشون بسیار موثر باشه. اما اگر در جامعه این امکانات نبود، آیا اساساً مردم شناختی از این اختلال خواهند داشت؟ در اون صورت زندگی فرد اوتیستیک و خانوادهش چه شکلی ممکنه پیدا بکنه؟ افغانستان یکی از اون جوامع امروز از چالش‌های یک فرد دارای اوتیسم و خانواده او در افغانستان بگید. در نبود امکانات آموزشی و حمایت‌های دولتی از خود خانواده‌ها احیاناً چه کاری ساخته است؟ اینجا هشتگ شماست. راه‌های تماس رو دارید می‌بینید، براتون مرور می‌کنم. ایمیل، اینستاگرام، تلگرام، واتساپ و توییتر با اون آدرس‌ها و نشانه‌هایی که می‌بینید و البته شماره تلفن گوشی تصویر رو هم بگیرید و در بحث زنده ما شرکت کنید. نسرین نوا همکار ما در کابل میخواست برای روز جهانی آگاهی رسانی درباره اوتیسم گزارش تهیه کنه، بعد متوجه شد که اساساً خیلی از مراکزی که قاعدتاً باید دستن در کار حمایت از افراد اوتیستیک باشن، خودشون شاید اطلاعات کافی در این مورد ندارن یا افراد متخصص در اونها وجود نداره. با هم این گزارش رو ببینیم. غرق شادی در دنیای کوچکش است. اطرافیانش گاه با بی‌تفاوتی او مواجه می‌شوند و گاه با واکنش‌های شدید. پارسای 6 ساله اوتیسم دارد. اختلالی که دایره درک و نگاهش به بیرون را از همسالانش متفاوت کرده. مادرش که کودک دیگری هم با این اختلال دارد، سال هاست به دنبال یک مرکز توانبخشی در کابل است. در ایران که زندگی میکردیم، من پسرم از دو و نیم سالگی کلاسای کاردرمانی، گفتار درمانی میبردم به خاطر اینکه مشکل داشت. ولی خب شما همین وضعیت رو که ما در ایران داریم بیاین تو کابل جستجو کن، اصلا ما همچین چیزی نداریم. اینجا یکی از مجهزترین کودکستانهای کابل است. مهد کودکی با 60 بچه 1.5 تا 5 ساله. اما اینجا هم بخش ویژه‌ای برای کودکان اوتیستیک ندارد. ما نیروی مجرب، نیروی که تخصصی باشه و به آموزش دیده باشه که چطور با کودکان اوتیسم کار بکنن و اینکه خود بیماری اوتیسم را به خوبی بشناسه و اطلاعات داشته باشه، متاسفانه نداریم. شبیر پیدا کن. برای کار با کودکان اوتیستیک لوازم خاصی لازم است، مثل این وسیله که به تقویت حس شنوایی کمک می کند. اما در افغانستان نبود امکانات دردشان را چند برابر کرده. برای تعریف اوتیسم روانشناسان می گویند نقطه پایانی برای این اختلال نیست، اما با دوره‌های توانبخشی می توان کودکان اوتیستیک را از عقب ماندگی ذهنی نجات داد. ما مواردی از اینا رو دیدیم که وقتی اینا آمدن توانبخشی صورت گرفته، الان در داخل پانتون رفتن درس خوندن و مشغول درس هستن در اونجا. اینجا تنها بیمارستان سلامت روان در کابل هست. تقریبا بیشتر کسانی که اختلالات روانی دارن به اینجا مراجعه میکنن، اما در بین این مراجعین کسانی که اوتیسم دارن در اینجا هم هیچ بخش خاصی و خدمات بهداشتی لازمی را نمیتونن پیدا بکنن. این کودکان در 3 زمینه مشخص با کودکان دیگر متفاوتند. ناتوانی در برقراری ارتباط با دیگران، مثلا تماس چشمی، اختلالات رفتاری، مثلا انجام حرکت‌های تکراری یا بیمفهوم، ناتوانی کلامی، طوری که حرف نمی‌زنند یا دایره لغات ضعیف دارند. در افغانستان هیچ مرکز مجهزی برای بازتوانی این کودکان وجود ندارد. پارسا و برادر بزرگترش ناگزیرند تا پایان عمر با این اختلال دست و پنجه نرم کنند. مبارزه دشوار در راه ناهموار. بسیار خوب، با هم گزارش نسرین نوا رو دیدیم. اما برای اینکه میزان فراگیر بودن اختلال اوتیسم رو
بدونید بد نیست که این نگاهی بنزیم به آمار جهانی، آمار سازمان بهداشت جهانی، ببینیم که دقیقاً در دنیا وضعیت اوتیسم چگونه است. 1% از کل جمعیت جهان اوتیسم دارن، شامل افراد بالغ و کودکان این آمار هر دو رو شامل میشه، و البته 4.5 برابر پسران بیش از دختران دچار اختلال اوتیسم میشن. بنابراین در پسر بچه ها هم احتمالاً بیشتر مشاهده کردید اگر که بشناسید این افراد رو. و از هر 59 نوزادی که در آمریکا به دنیا میاد یکیشون اوتیستیک است، با این توضیح که در کشورهای پیشرفته دنیا که از لحاظ بودجه و امکانات هم وضعیت بهتری هست، امکان تشخیص و در واقع غربالگری افراد اوتیستیک بهتره. طبیعتاً اونجا ممکنه آمار به نظر بیشتر بیاد، در حالی که احتمالاً در همه کشور دنیا کم و بیش آمار یکسانه، ولی چون امکان تشخیصش در کشور پیشرفته بیشتر هست، اونجا در آمار هم بیشتر منعکس میشه. بریم رو خطوط تلفن ببینیم که مینا از کابل و بشیر احمد از هرات مشاهدهشون چیه. مینا، شما همون فردی هستید که الان بینندگانمون در گزارش تلویزیونی نسرین نوا هم او رو دیدن. شما خودتون فرزند اوتیستیک دارید، اونجا کمی توضیح دادید که شرایطتون در ایران چگونه بوده و الان که در افغانستان هستید چقدر فرق کرده. بفهمید که این تفاوت بیشتر در چه بخشی از امکانات خودشو داره نشون میده و سرعت یادگیری فرزند شما یا از وقتی که به افغانستان رفتید حس میکنید کمتر شده باشه یا همچنان امید هست که بتونه مثل بقیه کودکان یادگیری داشته باشه؟ عرض سلام به شما و همه بینندگان بی بی سی. سلام. تفاوت فکر میکنم خیلی مشهود هست دیگه، امکانات در ایران چطوره و امکانات در کابل چطوره. فکر میکنم که این داشتن وسایل، امکانات و مرکز مجهز یا کلن مرکز نیمه مجهز یا متوسط، ما اگر در کابل داشتیم آینده نه روشن ولی آینده امیدوار کننده برای کودکان میشد، متصور شد. ولی خب وقتی که نباشه آدم خب دیگه به چی امید ببنده دیگه، به چی. در نبود امکانات شما به عنوان یک مادری که به حال دیدید که مثلا شرایط آموزشی در کشور دیگه چگونه است، خودتون راههایی پیدا کردید که بتونید واقعا دست کم تاثیر بذارید روی روند یادگیری فرزندتون؟ اگه توصیه‌ای بخواید بقیه پدر مادرها بکنید با امکانات کم چیکار میشه کرد؟ واقعا من خودم وقتی که ایران بودم، وقتی پسر بزرگم رو می‌بردم توی کلاس‌های رفتار درمانی و گفتار درمانی و مرکز آموزشی اوتیسم، خودمون ما رو به عنوان مادر اونجا نگه می‌داشتن که به نحوی مشاهده‌گر یا نظاره‌گر آموزش بچه‌ها هم باشیم، به صورت تجربی یا همطور علاقه‌مند به آموزش بچه‌ها باشیم. تا نصف این آموزشی که اونجا به ما میدادن میگفتن که اینا رو باید در خونه ادامه بدیم و روی بچه رو پیاده کنیم. خواه نخواه بعضی این چیزا روی چیز ما اثر گذاشته، یعنی یاد گرفتیم، یاد دادن به ما که این آموزش ها رو ما در خونه به بچه ها چیز کنیم، پیاده کنیم. از اون آموزش ها خب خیلی چیزاشو یعنی در خونه میشه عمل کرد، با میشه گفت با یک ذره مثلا انعطاف پذیری بیشتر، نه مثل خودمون هستی، ولی خب میشه در اون آموزش ها در خونه روی بچه ها، به خصوص بچه هایی که درصد کمتری از اوتیسم دارن، میشه خب روش پیاده کرد. طبعاً البته همه افراد در جامعه افغانستان مثل شما ممکنه تجربه این آموزش ها رو خودشون مستقیم نداشته باشن، اما به هر حال ممکن از طریق اینترنت یا بقیه منابع اطلاعاتی بتونن در حدی بدونن که چه رفتارهایی رو، چه کارهایی رو برای تغییر رفتار کودکشون انجام بدن. اما یه مقداری از نگاه جامعه برامون بگو مینا، مردم جامعه با توجه به اینکه شناختشون زیاد نیست از این اختلال، چه نگاهی دارن؟ آیا انکاری مثلا شده که بچه شما بزنن که با واقعیت خیلی فاصله داشته باشه؟ خیلی زیاد. مثلا خودی من در اتوبوس یا مثلا در بیرون در خیابون، کوچه خیابون، در مهمانی ها، در دیدار شخصی، خب بالاخره خب مردم واقعی دوستان زیاد سوال میکنن، زیاد میپرسن که این بچه چرا اینطوریه. سریع همطور سریع میپرسن که به لفظ کابلی که تکلیف عصبی داره، بسته تکلیف داره، مشکل داره، اینو بردی درمان کنی، چرا نبردی، چرا کوتاهی کردی، بلانجا بردی، دانمیس بردی، اینجا بردی، دیگه یک نسخه برات مفصل میپیشن که چرا نکردی، چرا باید بکنی و چیکار باید بکنی. خب این رفتارها، این واکنشها موجب شده که شما به عنوان یک مادر ترجیح بدید که کمتر فرزندتون رو ببرید در سطح جامعه، یا یعنی اینکه نه فکر میکنید واقعا برای بچه لازمه، برای اون روند آموزش و رشدش اتفاقا کمک میکنه که در جامعه حضور داشته باشه؟ من خب اهمیتی هم نمیدم به این حرفا و گفتا و برخوردا،
طرف و از این طرف بچه من بچه های چیزی هم نیستن علاقه من به تنهایی یا که منزوی باشن، اتفاقا خیلی هم جمع و دوست دارن، به خصوص که پسر بزرگترم به شدت علاقه من هست مثلا تو جمع باشه. یک کلن بچه های چیز خیلی محبت پذیر و توجه پذیرن، اینا نمیشه تو خونه حفظ کرد. من کلن رستوران خرید یا ملاقات شخصی حتی که میرم یا گاهی وقتا مثلا برنامه ادبی فرهنگی کلن بچه ها با خودم بردم. بسیار خوب. زیادم برای مهم نیست اصلا برخورد مردم چطوره یا بچه ها در جلسی سرصدا زیاد میکنن که خیلی هم زیاد شده، زیادم به من تذکر دادن که بچه ها تو ببر بیرون یا مثلا چرا بردیش، اصلا برای مهم نیست. در نهایت چون برای خود فرزندتون مفیده که در جامعه حضور داشته باشه، همه این مسائل رو هم پذیرفتید. ممنون از شما. بشیر احمد از هرات، شما هم همکارانم میگم که ظاهرا فرزند اوتیستیک دارید، یه مقدار توضیح بدید از کی اصلا متوجه شدید فهمیدید که فرزندتون این اختلال رو داره. با تشکر و عرض سلام احترام دارم خدمت تمام بینندگان شبکه جهانی بی‌بی‌سی. دقیقاً ما فرزندی که دارم الان در حدود 12 ساله شده و فکر کنم تا 2 سالگی اصلا ما متوجه نشدیم، فکر میکردیم که همه چیز طبیعیه و بعد وقت متوجه شدیم دیدیم که خب صحبت نمیکنه یا تماس با ما تماس نمیگیره و یعنی متفاوت از چند فرزند دیگه که ما داریم. رفتیم به سراغ یک متخصص هایی که در خود هرات بیدن و دکتر های رشته های مختلف با این صحبت کردیم که متاسفانه این به همون زمان کسی تشخیص نداد و اصلا که از اون درجه نشد، گفتن نه این مشکل نداره و اعتمادا که تا 3 سالگی خوب میشه و هیچ مشکلی نیه، قابل تشخیص و نگرانی نیه و اعتمادا که صحبت هم میکنه و تمام رفتار و حرکات عادی میشه. که خب باز ما مجبوراً ایران رفتیم و افتخارم حدود 3 ساله شده بود فرزند ما رفتیم ایران رفتیم با یکی از مراکز. وقتی اینجا وارد شدیم با مرکز خصفربتون مرکز تخصصی اطفال و نوزادان بود، مرکز تخصصی اوتیسم هم نبود، ولی چون اونا تجربه داشتن و خیلی با واقعیت حتما سروکار داشتن، ما وقتی وارد شدیم یک خانمی که منشی بود به اصطلاح اونجا پذیرش میکرد مریضا، وقتی متوجه شد اولین سوالی که کرد گفت این فرزند شما چند سال اوتیسم داره. ما اولین مورد بود که اصلا اولین مرتبه بود که اصطلاح اوتیسم رو شنیدیم. بعد او رو متوجه شدیم دیگه الان 9 سال از وقت میگذره و تقریبا 3 سال بود داره 12 سالش. خب حالا وقتی که باز برگشتید به افغانستان، آیا با توجه به اینکه دیگه میدونستید که مشکل چیه و در واقع قضیه اوتیسم رو باهاش آشنا شده بودید، بعد از اون دنبال امکانات گشتید در افغانستان ببینید که چه امکاناتی دولت ممکنه در اختیار شما بذاره، یا حتی مؤسسات خصوصی NGO ها به حال کم نیستن در افغانستان، میدونیم بودجه های خارجی هم برای کارهای مختلف در افغانستان به هر حال تو این سالا وجود داشته، آیا هیچ چیزی، هیچ مرکزی، هیچ جایی پیدا شد که بخواد کمکی به شما بکنه؟ خب مثلا این افغانستان یک کشوری که درگیر خیلی از مشکلات زیاده، حتی تو ورطه بهداشت هم الان مشکلات زیاده داریم، شاید اوتیسم جز اولویت ها برای وزارت بهداشت یا وزارت سرپامه نباشه یا برای دیگه این جوهایی که مثلا میرن اینجا افغانستان قرار پول هزینه بکنن، احتمالا اونا بر اساس اولویت هایی که وزارت بهداشت تعیین میکنه اونا عمل میکنن. متاسفانه ما خیلی گشتیم و خیلی از دوستان صحبت کردیم و با کسایی که میفهمیدن ممکنه این بتونن کار بکنن، متاسفانه هیچ راهی در داخل افغانستان وجود نداشت. بعد دوباره رفتیم به ایران و خواستیم از اینجا تجربه ایران استفاده بکنیم که خب چون به ایران هم نیاز به این بود که ما به ایران زندگی بکنیم، یعنی مراکزی نبود که ما به اصطلاح ایران نگهداری بکنن برای ما به مدت طولانی، و مراکزی که در ایران هم بود گفتن شما فقط ما از طرف روز میتونیم مراقبت کنیم، به شما اشار بدیم و بعد شما باید با این فرزند زندگی بکنیم. خب ما چون زندگی ما افغانستان بود دیگه برای ما خیلی مشکل بود که ما مثلا همه بار بگذاریم و بریم به ایران، بریم خود 4 فرزند دیگه هم اینجا داشتیم و اینا مصروف اینا هم بودیم دیگه مونده. خیلی ممنون از اینکه تجربتون رو در میون
گذاشتید هر دو نفر با ما بریم براتون چند تا پیغام میخونم. خلبوس اگر اشتباه نگم نوشته که بیشتر همراهی و آموزش خانواده در کلینیک ها مهمه، همراه با کودک آموزش ببینن که چطور در روند یادگیری به کودک کمک بکنن. شبیه همون نکته که اول برنامه اون بیننده دیگه گفت که خود پدر و مادرم باید یاد بگیرن. حبیب نوشته خدا نکنه در این کشور آدم مشکل داشته باشه، به افراد دارای اوتیسم بدون هیچ احساسی دیوانه میگویند، این رنج را فقط والدین آنها درک میکنند. بریم یک مهمان داریم از دفتر بی بی سی فارسی در کابل، زهرا تارشی با ما هست، ایشون روانشناس هست و البته شما صاحب و مدیر یک مهد کودک هم هستید در افغانستان. در گزارشی که همکار ما تهیه کرده بود دیدیم، صحبت های شما رو هم شنیدیم، بفهمید که چقدر اصولا خانواده هایی که فرزندان اوتیستیک دارن به شما مراجعه میکنن و چند تا از بچه های مهد شما الان اوتیستیک هم در واقع. سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت بینندگان برنامه خوب شما و به بهانه روز جهانی اوتیسم درود و مهر تقدیم میکنم به همه عزیزانی که مبتلا به اوتیسم هستن. در طول یک سال فعالیتی که کودکستان خانه خورشید داشت، یک تعداد از خانواده های عزیز افغان به کودکستان مراجعه کردند که کودکانشان مبتلا به اوتیسم بود و قبلا البته اینا در کشورهای همسایه هند، ایران رفته بودند و در مراکز تشخیصی تشخیص شده بود که کودکشان اوتیسم دارد. و از اونجایی که کودکستان خانه خورشید با روش آموزشی مونتسوری فعالیت میکنه و ابزارالات آموزشی مونتسوری را داره با خود، جلب توجه شده بود برای این والدین و چون ابزارهای آموزشی ما را در صفحات اجتماعی دیده بودن. خب شما همین سوال هست خانم تارشی، های ابزارهای آموزشیتون مخصوص فرزندان اوتیستیک هست یا اینکه به هر حال فقط چون امکانات به نسبت سایر مهدها مثلا بیشتر ممکنه باشه پدر مادر میان اونجا، در واقع خود شما یا دوره های مخصوص آموزش فرزندان اوتیستیک رو دیدید یا اینکه بر اساس تجربه شخصیتون و علاقه که داشتید دارید این کارو میکنید؟ بله ببینید، متاسفانه اصلا نیروی ورزیده با تجربه و آموزش دیده اوتیسم در افغانستان وجود نداره و ما با وجود از اینکه تجهیزات و وسایل آموزشی را داریم، خصوصا در بخش تقویت حواس پنجگانه اطفال و در رشد مهارت‌های کلامی اطفال، در قسمت بازی درمانی، کار درمانی، ما وسایل و تجهیزات داریم که البته با اطفالی که نرمال هستن کار می‌کنیم، ولی متاسفانه نیروی آموزش دیده نداریم که بتونن که اونا با کودکان اوتیسم کار بکنن. خب خیلی کوتاه اگر که بخواید حالا پیشنهادی بکنید به پدر مادری که فرزند اوتیستیک دارن ولی دسترسی به امکاناتی ندارن چی کار میشه کرد؟ اگر منابع اطلاعاتی میشناسید که میخواید معرفی بکنید یا کارهایی که خیلی ساده اگر بدونن و رعایت بکنن وضعیت فرزندشون تغییر کنه؟ البته من یک موضوع دیگه ای رو میخواستم یاد بکنم، این که در افغانستان تعداد خانواده های زیادی هستن که اصلا آشنایی با اسم اوتیسم ندارن و نمیدانن کودکشان اوتیسم داره و ما بعضی خانواده ها در کودکستان میامدن میگفتن که کودک من 5 سال است اما نمیتونه گپ بزنه و مثلا مادر کلان او بچه میگفته که به خاطر ازی هستش که پدرش هم به همین قسم دیر گپ زده و اصلا اطلاعی از اوتیسم نداشتن و باور کنین تعداد طفلای بسیار زیادی هستن در افغانستان و باور من که اصلا خانوادهشون نمیدانن اوتیسم چی هست و فرزندشون مبتلا به اوتیسمه و اونا بعضی صفات رو به طفلایشان میدن، مانندی که طفل من کند ذهن است، اجتماعی نیست، منزوی است، به همین شکل لقب‌های مختلف روی طفل میمانن و اصلا با علائم اوتیسم، با نام اوتیسم مثلا آشنا نیستن. خیلی خوب است که این برنامه‌ها گذاشته شود و رسانه‌ها در این مسائل تلاش بکنن تا مردم اوتیسم را بشناسن و علائم اولیه اوتیسم را بدانن چی است که حداقل مشکوک شوند به این موارد وقتی که در کودکشان میبینن. و متاسفانه مراکز توانبخشی در افغانستان وجود نداره اما ما توقع ما و امید ما این است که مراکز درمانی که در سطح جهان برای اوتیسم کار میکنن در قسمت تربیت نوری متخصص در افغانستان توجه بکنن و ما علاقمند و اشخاصی که واجد شرایط باشن و انگیزه آموزش دیدن را داشته باشیم داریم، ولی متاسفانه تا اکنون مرکزی برای آموزش
علاقمندان وجود نداشتن. ممنون از شما، ببخشید که وقتمون خیلی کم بود خانم تارشی. اشاره کردن ایشون به اینکه به حال اطلاعات خیلی کمه در این زمینه، بد نیست که الان ما یه مقداری اطلاعات رو اضافه بکنم. اگر کسی آشنایی زیادی نداره در مورد فرزند خودش مشکوک هست، اگر این علائم ببینید بد نیست که به یک متخصصی اگر پیدا کردید جایی مراجعه بکنید. کم توانی یا ناتوانی در یادگیری، سرعت یادگیری ممکنه به دلایل مختلف کم باشه، حتی گاهی اوقات در صحبت کردن هم بچه‌ها یا دیر صحبت می‌کنن یا اصلا هیچ وقت ممکنه حرف نزنن. کم توجهی و بیش فعالی، یعنی قدرت تمرکز روی یک مسئله ممکنه نداشته باشن و گاهی اوقات بیش فعال باشن. برقرار نکردن ارتباط چشمی که در گزارش هم دیدید، یا مثلا ممکنه که خیلی کوتاه مدت در چشم طرف مقابلشون نگاه کنن و بعد حواسشون بره جای دیگه. بازی نامتعارف با اسباب بازی ها، به جای اینکه اون بازی که قراره با اون اسباب بازی خاص بشه رو انجام بدن، ممکنه مثلا توی یه خط فرضاً اسباب بازیشون رو ردیف بکنن و اینم باز یک نشانه دیگه. نداشتن حس خطر، ممکنه دست به کارهایی بزنه یک بچه اوتیستیک که برای خودش بسیار خطرناکه، بنابراین امن کردن محیط خونه برای این بچه‌ها بسیار مهمه. اما این لیست همچنان ادامه داره، میتونیم به چند مورد دیگه هم باز اشاره بکنیم، از جمله اینکه رفتارهای تکراری بچه‌ها انجام میدن، ممکنه طول اتاقو چند بار برن و بیان، یا مثلا ساعت‌ها ببینید که دارن یک کار تکراری مثل تاب خوردن رو مثلا انجام میدن. وابستگی بعضی از اشیاء خاص دارن، مثلا ممکنه لباسشون، کیف، کفش یا یک اسباب بازی خاص رو خیلی بیش از حد دوست داشته باشن و اگه ازش جداشون بکنید حتی استرس بگیرن یا یکم عصبی بشن. مقاومت در برابر تغییر روتین زندگی، مثلا حتی چیدمان مبلمان خونه یا جایی که تلویزیون خونتون قرار داره ممکنه براش خیلی مهم باشه، چون هر نوع تغییری در واقع با دنیای متفاوتی رو روبرو میکنه که براش قابل پیش بینی نیست و دوست نداره. حساسیت بیش از حد یا کمتر از حد معمول به صدا و نور، و در نهایت هم عادت‌های غذایی غیر معمول، ممکنه حتی هر غذایی رو نخوره. از نظر فیزیکی هم این برای بچهای اوتیستیک به حال خوب نیست، چون مواد غذایی مورد نیازش بهش نمیرسه. همونطور که اشاره کردیم نشانهای مختلفی داره اوتیسم، چند تاش اینجا دیدید. در یک ویدیوی کوتاه سعی کردیم که یه مقداری بیشتر دنیای یک فرد اوتیستیک رو براتون باز کنیم. خیلی از افراد اوتیسم دارن و به همین دلیل احتمال اینکه شما یک فرد اوتیستیک رو بشناسین خیلی زیاده. برای همین خیلی خوبه که یکم درباره اوتیسم بدونیم. سیمکشی‌های ویژه مغز افراد اوتیستیک میتونه باعث شه که اونها در یک کارهایی که برای بقیه سخت‌تره تبحر داشته باشن، مثل ریاضیات، نقاشی یا موسیقی. ولی عکس این هم وجود داره و میتونه یادگیری فعالیت‌هایی که برای ما آسونه رو خیلی سخت بکنه، مثل دوست پیدا کردن. حس‌های مختلف دائم درباره محیط اطراف به مغز اطلاعات میفرستن. ولی وقتی مغز و حس‌های فرد با هم به درستی ارتباط نداشته باشن، مغز کلافه و گیج میشه و این روی درک فرد از محیط اطرافش تأثیر میذاره. تصور کنیم که دارین تو خیابون قدم میزنین. این میتونه تجربه یک مغز اوتیستیک از همون قدم زدن باشه. ترسناکه نه؟ متاسفانه در بیشتر اوقات فرد نمیتونه بگه که چه احساسی داره، یا در مغزش آشوب شده و در ظاهر عادی به نظر میرسه، هرچند که حتی نمیتونه از کسی کمک بخواد. ما همه رفتارهایی رو یاد میگیریم که در شرایط سخت آروممون میکنه. ممکنه رومون رو برگردونیم، خودمون رو بخارونیم، ناخونهامون رو بجویم، وول بخوریم یا لبهامون رو بجویم. افراد اوتیستیک هم رفتارهایی رو یاد میگیرن که اونها رو در شرایط نامطلوب آروم میکنه. این رفتارها ممکنه غیرعادی به نظر بیان، ولی اونها رو آروم میکنه. وقتی این رفتارها از اونها سر میزنه، یعنی داره بهشون سخت میگذره. کار درست اینه که این شرایط رو با عصبانی شدن، بی‌اعتنایی یا تمسخر براشون سخت‌تر نکنیم. یادتون باشه چون پلی‌استیشن نمیتونه بازی ایکس باکس رو بخونه، به این معنی نیست که خرابه. افراد اوتیستیک احتیاج به دوستانی دارن که برای اینکه اونها رو بشناسن براشون وقت بذارن. ارتباط خوب و صبر زیاد برای همه منفعت داره. افراد اوتیستیک بیمار نیستن، اونا فقط دنیا رو یه جور دیگه میبینن. با کمی حمایت از طرف دوستاشون شاید بتونن این دیدگاهشون رو با ما هم در میون بذارن. اوتیسم میتونه باعث اتفاقات خیلی خوب بشه.
بسیار خوب، وقت زیادی نداریم، خیلی فوری بریم سراغ دو بیننده بعدی، زهرا از وین و خالد از کابل. زهرا همکارم میگن خود شما هم فرزند اوتیستیک دارید، البته در وین زندگی میکنید، ولی با توجه به اینکه افغان هستید شاید کمی بتونید مقایسه بکنید برای ما شرایط رو، امکانات رو و خدماتی رو که در اتریش میگیرید ولی در افغانستان وجود نداره. بله، با توجه به صحبتایی هم که از مهمان برنامه داشتم و همینطور با توجه به سابقه ای که خودم در زمانی که افغانستان بودم کار با بچه ها داشتم، کلمه اوتیسم برای من، برای خانوادم، برای جامعه اطرافم کاملا ناشنا و بیگانه بود، چه برسه به این که برای زو خدمات در نظر گرفته شده باشه یا برنامه های وجود داشته باشه. اما در مقایسه با وین که فعلا در اونجا من زندگی میکنم تفاوت خیلی بزرگی هست. حداقل میتونم بگم که در وین سابقه بیشتر از 30 سال کار روی مسئله اوتیسم وجود داره، مراکز درمانی، مراکز آموزشی مخصوص و خدمات بسیار ویژه از طرف نهادهای دولتی، نهادهای خصوصی که باز هم نهادهای خصوصی پشتیبانی از طرف دولت میشن، به خاطر از اینکه متاسفانه آمار اوتیسم خیلی رو به افزایش هست. خیلی کوتاه زهرا، این خدمات که گفتید در اوتیش گرفتید چقدر واقعا در تغییر شرایط رشدی بچه شما تاثیر گذاشته؟ رشد فکری طبیعتا منظور اون هست، چقدر واقعا متفاوت بوده رفتارش الان؟ هرچند خب فرزند من هنوز خیلی کوچکه، 4 ساله است و ما کارا را تقریبا از 3 سالگی تقریبا شروع کردیم، شروع به درمان ها اینا، اما همین که یک طفل وارد یک روال منظم شود و ما بتونیم نظر به عادت‌های از نظر به رفتارهای از واکنش درست‌تر نشان بدیم، تا هنوز نظر به سن همون هم قطعا خوب بوده، موثر بوده. مرسی از شما زهرا. خالد از کابل، شما بفهمید که چطور اصلا متوجه شدید که بچه‌تون اوتیستیک؟ با عرض سلام خدمت شما، همکاران محترمتون و بینندگان محترم تلویزیون فارسی بی‌بی‌سی. من متوجه شدم که من صدا خود رو دوباره میشنوم. من از همکارانم میخوام که کار بکنن که صدا در واقع انعکاس نداشته باشه، ولی اگر میشه ادامه بدید بفهمید که چی شد اصلا، چه اتفاقی افتاد که حد زدید بچه تون ممکنه اوتیستیک باشه. از آنجایی که معلومات راجع به مریضی اوتیسم داشتم و همچنین برنامه قبلیتون، فکر کنم یک برنامه شما سال 1394 داشتین به قسمت بیماری اوتیسم نسبت به دیگه بچه ها لحاظ فکری و رشد مغزی که مشکل دارن و کمتر رشد میکنن و همچنان رابط اجتماعی و از لحاظ رفتاری اینا مشکلاتی داره که من برای بچه ها خوب متوجه شدم. مثلا دیگه بچه ها حدود 1.5 سال یا 2 سال که میگیرن اونا معمولا شروع میکنن به رفتار و صحبت های بسیار زیاد میتونن بکنن. برام و اطفال خود چیزی که من متوجه شدم این بود که لحاظ تحرک کمتر تحرک داشتن نسبت به بچه های دیگه و همچنان لحاظ صحبت اینا بسیار خوب. مثلا بچه های من وجود 6 سال یکی هم در 12 سال شده خیلی کلمات کمتر میتونن بگن. خیلی ممنون از شما خالد، عذر میخوام که تو حرفتون اومدم، دیگه واقعا پایان برنامه است، پیش از این فرصتی نیست. چند تا پیغام اگر فرصت بشه از اینجا براتون بخونم. ارغوان نوشته که دیروز شاید یکی از بدترین برخوردها توسط یک راننده تاکسی با مادر و کودک اوتیستیک بودم که نمیخواست سوارشون کنه، ذهنم هنوز درگیرشه. و پیغام آخرم از غلام حسنه که گفته بچه‌م اوتیسم داره، 15 سالشه اما مثل نوزاد نه حرف میزنه نه میتونه کارهای شخصیشو انجام بده، حتی غذا هم نمیتونه بخوره، باید کمکش کنیم. به پایان بحث میرسیم، اگر همچنان تجربه های مونده یا نکاتی که میخواد در بحث ها مطرح بکنید در توییتر به نشانی @bbc شما میتونید نظر بدید. خوب و خوش باشید، تا هفته آینده.